دیگه حتما حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، اینستاگرام یاد اینجا اگه فرانه داریم فالو کنید، زنگ پشت لباس هم بهتون نشون بدم مهمه. امیدوارم که از این برنامه خوشتون بیاد قبل از اینکه شروع بشه. بریم سراغ برنامه. برنامه از این قراره که یه چالشی بود که میگفت بذار من یه دو خودم برم. میگفت چی میگفت؟ اگه یادتون باشه ما اومدیم ببینیم این چالش رو خیلی بعضیا عالی و خوب و نمیدونم پرفکت و اینو انجام دادن. چالشش یه چالشیه که مثلا باید قشنگ هیکل جذاب مثلا فلان داشته باشه اینا. حالا ما میخوایم ببینیم چند تاشو بهشون نمره بدیم. اکثریتشون یعنی هر کی این چالش رفته بود تا اونجایی که من دیدم همشون خیلی هیکلشون خوب بود. علاوه ببین بستگی داره که از نظر شما چه هیکل خوب باشه. میدونی بعضی مثلا بستگی به میدونی اصلا زشت و زیبایی، بستگی به چیزی داره که شما تو ذهنتون چیده، یعنی چی ازش تو ذهنتون ساختین. حساب زشت و زیبایی امکان داره من از نظر یکی خوشگل باشم، از نظر یکی زشت باشم. دختر تو خیلی خوشگلی. خیلی سلیقه‌ای. آها سلیقه‌ای خواستم اینو بگم. بریم از اولین ویدیو نگاه کنیم. کاستوم خرگوش هم پوشیده. چقدر کمرش باریک بود دی دختر. خیلی کمرش باریک. من نمیدونم چجوری اینقدر کمرشون باریکه. این دیگه مثلا اینقدر بود فکر کنم، یعنی دور تا دور کمرش فکر کنم اینقدر بود. چون کمرشون اینقدر باریکه به نظرتون اینقدر کمر باریک خوشگله؟ یعنی دوست دارین کمر باریک در کل قشنگه، ولی حالا اینکه تا این حد کمر یکی باریک باشه به نظرتون قشنگه یا قشنگ نیست تو کامنت بهم بگین حتما. من به این از 1 تا 10 عکسش اینا رو دوست نداشتم، ولی کاستومش قشنگ بود. عکسش که مثلا که دستش مثلا خیلی خوش بود، خیلی چیز نبود، بهش میدم 8. هیکلو خیلی خوب بود، مخصوصا هیکلش. یعنی هیکل ایدال به نظر من هیکل اینه و رنگ پوستش هم به نظرم خیلی ایداله. من عاشق این رنگ پوستم. من به این 10 میدم، واقعا بهش 10 میدم. همه چیش خوب بود، حتی رقصش هم خوب بود، عکس صورتش هم خوب بود، همه چیش خوب بود. 10 از نظر من. پسر چقدر قشنگ رفت حرکاتو پرام. مگه داری مثلا همچین چیزی؟ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، بهش 10 میدم، واقعا پرفکت بود، خیلی خوب بود. این بهش 9 میدم. اولش میخواست یه چیز دیگر رو به روخمون بکشه، حواستون بود؟ همچین آدم جلو میخواست بگه آره من خیلی آره. بهش 9 میدم، خوب بود در کل. میریم بعدی. خوشم اومد. چقدر موهاش خوشگل بود. دیدی موهاشو خیلی دوست داشتم. در کل خوشم اومد. دیدی ارتودنسی بعضیا نسبت مخصوصا قدیما خیلی نسبت به ارتودنسی همه جبهه داشتن، میگفتن نه بعد فلانه باعث زشتی میشه، ولی الان دو امروزه دیدی این چقدر مثلا یکی از چیزایی که به نظر من خیلی جذاب میکنه صورت خیلی ها رو هم ارتودنسی است، بامزه است خیلی. آدم باید دیدشو نسبت به زیبایی و زشتی و اینا باید عوض کنه به نظر من. به نظر من هممون خوشگلیم، حالا یکی تو سلیقش هست بهمون بگه خوشگل، یکی تو سلیقش نیست بهمون میگه زشت. این چیزی از آرمان های ما کم نمیکنه. نهانیم. اوکی بریم بعدی. این همون کمر باریکه نیست؟ این دفعه بهش 8 میدم. چقدر کمرش باریکه دختر. اصلا اسم کردم هیچ وقت تو زندگی میام چیز. البته تو رکوردی که نیست که عمل کرده بود این توبید، ولی این معلومه که طبیعی اینش باعث عجیب تر شدنش میشه. موهاشو دقیقا شبیه عروسک باربی. ماش چقدر خوشگل بود، صورتش چقدر خوشگل بود، هیکلش چقدر خوشگل بود، چقدر خوب میرقصید، همه چیش خیلی عالی بود، عاشقش شدم. خیلی خوب بود، 10 میدم بهش، 100% 10 میدم بهش، فوق العاده بود. اینو بهش هم 9.
نخش خیلی خوب بود رنگ پوستش هم دوست داشتم. پیرسینگ نافشو خیلی میخوام، واقعا دلم میخواد برم پیرسینگ ناف بزنم، ولی واقعا میترسم. تو کامنت بهم بگیم بزنم، نمیدونم. ترسناکه. کسایی که زدین، اگه زدین بیاین بهم بگین. من شنیدم میگن مثلا عفونت میکنه و نمیدونم این داستانا، همچی چیزی هست واقعا؟ عفونت داره؟ نمیدونم. خوب بود، میدم 7.5 معمولی بود، چون خوب بود ولی معمولی بود، عالی نبود. اون پسر قبلیه رو یادتونه در گرف و خیلی خوب. خیلی روهنگ سوار بود، لبن بازی های صورتش هم دوست داشتم. اینم ارتودنسی داشت، دیدی این چقدر جذاب. ارتودنسی اصلا چیز بد نیست بازم، حتی جذاب هم هست. به این هم 8 میدم. بعدی جلو آفتاب. چقدر خوب میرخصی، چقدر کش خوب بود. آخرش رو دیو پشت کرد دختر. این خیلی خوب بود، خیلی خوب تکون میداد. اینو بهش میدم 9.5. جلو آفتاب هم گرفته بود، خیلی خفن شده بود. با شلوارکش جلوش کرده بود تو خود پاچش، با مزه بود. این هم، این هم قشنگ بود. این هم بهش میدم 8.5. بچه این هیکلش پر بود و به نظرم بازم زیبایی خودشو داشت. دیدین بهتون میگم، بستگی داره که زیبایی نظر شما چی باشه، چه شکلی باشه. واقعا این هم زیبایی خودشو داشت، به این میدم 9. فقط توش مسواک میزد، وسط مسواک زدن چقدر راحتن. حالا ما 4 ساعت. چه لباسش خوشگله، صورتی. خیلی روهنگ سوار بود، خیلی خوشم آمد، خیلی خوشم آمد. آفرین، لباسشم خیلی خوب بود، جذب بود، خوشگل بود، خوشم خوشگل بود، همه چی خوب بود، همه چی پرفکت بود. 9.5 میدم، ولی چون قبلی ها خیلی بهتر بودم، ولی این هم خیلی دوست داشتم. این بدنش معلوم بود که ورزشکاره، یعنی حالا ورزشکار حرفه‌ای نه، ولی در کل معلوم بود که ورزش میکنه و اینا. خطای شکمش هم معلوم بود، قشنگ بود، دوستش داشتم. 9 میدم بهش. بریم بعدی. اینم خیلی لاغر بود، دیدین همونجور که دیدیم. با این که خیلی لاغر بود ولی زیبایی خودشو داشت. بله، هر چی باشی مهمی که اعتماد به نفس داشته باشی، خودتو دوست داشته باشی و اینکه واقعا همه جوری خوشگلیم، ما همش خوشگلیم. الان اینم خوشگل بود واقعا. بینم میدم 9. بین بعدی. او سه تا داف، اینا چالش نرفتن ولی چقدر نازن، خیلی ناز بودن. لباسشون خیلی خوشگل بود، اینکه اصلا چالش نرفتن بهشون نوره بدن، ولی خیلی خوشگل بودن. این بود دوست پسر ازه. هیچ پایه بود، من به اینا 9 میدم. درست، یعنی قشنگ نرفت چالش رو، ولی انقدر دوست بزرش با مزه و پایه بود با هم دیگه انجام دادن، بهشون 9 میدم. باحال بود خیلی. بارداره، چقدر خوشگل بود، چقدر هم حرکتاش خوب بود، چقدر هم با یکی حامله چقدر قشنگ بود همچین. حالا ما باشیم همش نه، ما نمیتونیم کار انجام بدیم، اون کار نمیتونیم انجام. حالا خارجی ها میرفتن باشگاه، میرن همه کار میکنن همیشه. ببین، یعنی همیشه تو کف این بودم که چجوری میشه که ایرانی ها موقعی که باردار میشن انقدر چاق میشن، ولی تو خارج از کشور خیلی کمتر اضافه وزن پیدا میکنن به خاطر باردارشون. ما ایرانی ها عالیم، یعنی بی نظیریم تو همه چی، بی نظیریم به خدا. ولی خیلی همیشه واسم تا سوال بود دیگه. اینم از چالش امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما حتما چنل رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغل رو بزنین، اینستاگرام میاد اینجا اگه فالو ندارین فالوش کنین. خیلی دوستتون دارم، بوس به همتون. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدافظ.